نه بابا من حالم خوب نیست اصلا. خب هماهنگی ها و همکاری های لازم بین همه دستگاه ها هست. ما تا الان الحمدلله مشکل خاصی واقعا در روند فعالیت ها و کارها نداشتیم، انشاءالله به لطف خدا نخواهیم داشت. همین مقدمات، پشتیبانی ها، تدارکات، ملزومات و تجهیزات آماده هست الان و هم هیئت های اجرایی، هم هیئت های نظارت، هم کسانی که مسئول امنیت انتخابات را دارند، تمام کارشان را با نظم و انضباط الحمدلله انجام دادند. آخرین جلسه ای که 3 روز قبل با حضور خود بنده تشکیل شد، به گزارشگیری نهایی شد که نشان دهنده اینه که کاملا فضای امنیتی در انتخابات مساعد رصد مستمر میشه. خب تا دیروز آخر وقت ما 130 نفر رو دوستان بنده در وزارت کشور با همکاری همه دستگاه ها ثبت نام کردن. اول تشکر کنم از همه نامزد داوطلبان عزیزی که رعایت کردند شرایط ابلاغی ستاد انتخابات را، هم در حوزه کرونا هم در حوزه نظم و انضباط و مقررات. پیشنهادی که از طرف رسانه ها به ما ارائه بشود که بتواند موضوع مشارکت را که خواست همه مردم، خواست مقام معظم رهبری رئیس جمهور محترم بوده و هست، بتونه این فضا رو پوشش بده، پیشنهاداتون حتما بررسی میکنیم و حتما هم استفاده میکنیم. از احزاب و گروه های سیاسی تقاضامندیم انشاءالله در حوزه مشارکت با رعایت پروتکل ها گام های موثرتری بردارن و از ستادهای نامزدها. من خواهشم اینه با توجه به فضای کرونایی که ما احتمالاً در تبلیغات نامزدها در به صورت تجمعات محدودیت های مجبور بشیم، قائل بشیم، این به هر حال موضوع وزارت بهداشت است که پروتکل ها را برای ما بده. جلسات که داشتیم تا به حال، دوستان ما در وزارت بهداشت معتقد به این محدودیت ها هستن. تلاش میکنیم حداقل محدودیت و حد اکثر انشاءالله تأثیر، باز در هر حال اولویت ما سلامت و جان مردمه. امیدواریم این میزان محدودیتی که به صورت میدانی در تبلیغات و تجمعات ایجاد خواهد شد، رسانه ها با ابتکار، با خلاقیت و با تأثیرگذاری بیشتر این فضا را برای ما پوشش بدن و انشاءالله کامل بکنه. این که الان مطرح هست، این بس ابلاغیه وزارت کشور و شورای نگهبان هست. اونا هم میگن ما قانونی عمل کردیم، وزارت کشور هم میگن ما قانونی عمل کردیم. بالاخره نه، هیچ ابهامی نیست. هم اونا قانونی عمل کردن، هم ما قانونی عمل کردیم و هم داوطلبین الحمدلله قانونی عمل کردیم. ما با قانون انتخاباتی که بر حال بر ما حاکم و جاری بوده، نه لغو شده نه اصلاح شده، که ظرفیت ثبت نام در ماده 55 و در ماده 59 در اون قانون اومده. ماده 59 هم دست ما را باز گذاشته. در ماده 59 میگن که به هر حال مدارک و مستندات اون ویژگی ها و شرایط رو به هر حال وزارت کشور باید از داوطلبین بخواد. خب شورای محترم نگهبانم بنا به ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات در تعریف رجل سیاسی یه سری شرایط گذاشته.
که اکثر اون شرایط را خود شورای نگهبان متولیشه، سه موردش هم ما متولی هستیم. هیچ مشکلی هم ما با شورای محترم نگهبان واقعا نداریم، هماهنگی کامل داره انجام میشه. خب بعض اتخاذ این مدارک، اونهایی که شرایط لازم را از نظر شورای نگهبان ندارن، خب اینا ما اینجا دستبندی میکنیم، به صورت دستبندی شده میریم به شورای محترم نگهبان و اونا هم بر اساس اون انشالله عمل خواهند کرد. حالا خیلی ها مثلا از این فضاها برداشت اختلاف یا برداشت در حال شرایط نامناسب و هماهنگی بکنن، الحمدلله انجام شده، تا الان ما هیچ مشکل نداشتیم، هر کس اومده ثبت نام کرد. سوال دوم، من تشکر میکنم، انشالله طاعات و عبادات همه شما قبول درگاه حق. خداحافظ شما.